به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک حاجی محمد محقق، با تشکر از جناب محترم استاد عطا محمد نور، رئیس جایه جمعیت اسلامی افغانستان، که غرض ادای فاتحه و اظهار غم شریکی به مناسبت وفات مرحوم رجب علی بختیاری، بزرگ فامیل بختیاری، تشریف آورده ما را افتخار بخشیدند. و همچنان فاطمه اسحاق گیلانی در صفحه فیسبوکش چنین نگاشته است: انا لله و انا الیه راجعون. با تأسف فراوان از درگذشت خواهر گرامی محترم انورالحق احدی اطلاع حاصل نمودم. بدین وسیله عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به برادر گرامی محترم انورالحق احدی و فامیل محترم ایشان عرض نموده، برای بازماندگان صبر جمیل استدعا دارم. همچنان به نقل از فیسبوک بشیر احمد قاسونی، بازگشت همه به سوی اوست. خداداد یفتلی بیش از 45 سال در بخش معارف در افغانستان کار کرده بود، جایش جنت باد. به نقل از تلو نیوز، واکنش ها به جان باختن دو کارمند حقوق بشر در انفجاری در کابل. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، انفجار بر کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل را که منجر به جان باختن دو تن کارمند این نهاد شد نکوهش کرده است و آن را یک عمل ضد انسانی خواند. او افزود: کسانی که مخالف صلح هستند آتش افروختن را آغاز می کنند و امیدوارند که به سرعت گسترش یابد و به طور نامحدود گسترش یابد. ما از افغانها برای صلح دائمی و باوقار و یک افغانستانی که به حقوق همه احترام گذاشته شود حمایت میکنیم. فاطمه خلیل و جاوید فولاد، دو عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز گذشته در انفجار در شرق کابل جان باختند. فاطمه خلیل مسئول بخش هماهنگی تمویل کنندگان در کمیسیون حقوق بشر بود. او 24 ساله بود و از بیرون به کشور آمده بود. جاوید نیز راننده این کمیسون بود. همچنان آقای خلیلزاد درباره این خانم گفت که او یک جوان شجاع بود و برای حقوق بشر برای افغانها فعالیت میکرد. و نیز جاوید یک کارمند طولانی مدت کمیسون مستقل حقوق بشر بود که وظیفه ارزشمند خود را انجام میداد. پلیس کابل گفت که این رویداد حوالی ساعت 8 بامداد شنبه در ساحه پل چرخی در مربوطات حوزه 12 امنیتی انگامی رخ داد که ماین مغناطیسی در یک موتر کرولا انفجار کرد. این رویداد موج از نکوهش های داخلی و بیرونی را به همراه داشته است. ریاست جمهوری این انفجار را نکوهش و آن را جنایت ضد بشری عنوان کرده است. در خبرنامه ارگ آمده است که رئیس جمهور تداوم خشونت های اخیر را خلاف روحیه تعهد به صلح دانسته و خواهان بررسی این رویداد شده است. یونما با نکوهش این رویداد گفت هیچ توجیه برای حملات علیه مدافعان حقوق بشر وجود ندارد و بررسی های فوری درباره این رویداد لازم است. آرنست نورمن، سفیر آلمان در کابل، نیز با نکوهش این حمله گفت که این گونه حملات غیر قابل قبول است و فقط دشمنان صلح می توانند این کار را انجام دهند. پاتریشیا، مدیر انجمن دیدبان حقوق بشر آسیا، نیز گفت یک حمله تکاندهنده و بیرحمانه به مدافعان حقوق بشر ایش توجیه برای چنین جنایتی وجود ندارد. نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان نیز این رویداد را به شدت نکوهش کرده است. راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در کابل، درباره این حمله گفت که حمله بر کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر پذیرفتنی نیست و ما از آنان که افغانستان را دوست دارند می خواهیم که این سلسله خشونت و مرگ را بشکنند. معافیت در برابر چنین حملات بر مردم افغانستان را خاتمه دهند و برای صلح کار کنند. سازمان عفو بین الملل حمله بر کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر را نکوهش می کند و گفت که این رویداد باید هر چه زودتر بررسی شود. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، نیز با نکوهش این حمله گفت از مقام ها می خواهم که این حملات را جدی بگیرن و تلاش بیشتر برای حمایت از غیر نظامیان و مبارزه با هراس افغانی انجام دهن. وینی کومار، سفیر اند، عمله بر دو کارمند کمیسیون حقوق بشر را به شدت محکوم کرد و گفت
قتل‌های هدفمند باید متوقف شود و عاملان و حامیان خارجی آنها باید به عدالت محکوم شوند. محمد صادق فرستاده ویژه پاکستان برای افغانستان این انفجار را نکوهش کرد و گفت که کسانی پشت این حمله هستند که تلاش دارند روند صلح را ناکام کنند. ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که حمله بر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان علیه ارزش‌های بنیادی دموکراتیک است. سفارت ایتالیا در کابل این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد و گفت حمله به غیر نظامیان، مراقبت‌های بهداشتی و مجریان حقوق بشر اکنون باید متوقف شود. سفارت ترکیه در کابل حمله به کارمندان کمیسیون حقوق بشر افغانستان را محکوم کرد و گفت ما برای قربانیان تسلیت عرض می‌کنیم و انتظار داریم عاملان به عدالت روبرو شوند. طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کردند، اما تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این عمله را بر عهده نگرفته است. و همچنان به نقل از هشت صبح، کتاب پرحاشیه بولتون و دو رونمایی ترام از صلح افغانستان. در این اواخر قتل جورج فلوید، سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس سفیدپوست در سطح جهان خبرساز شد و کشورهای موافق و مخالف سیاست‌های آمریکا واکنش نشان دادند. به خصوص این موضوع در آمریکا برای شخص ترامپ دردسر ساز شد. اما چندی نگذشت که کتاب جدید جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، تحت عنوان اتاقی که در آن اتفاق افتاد، خاطره‌ای از کاخ سفید بیش از همه او را دچار مخمصه کرد. جان بولتون قبل از ترامپ با سه رئیس جمهور دیگر آمریکا از جمله رونالد ریگان، جورج بوش پدر و جورج دبلیو بوش کار کرده است. بولتون شناخت بسیار نزدیک از شخصیت و شیوه کار ترامپ دارد. جان بولتون در کتاب تازه خود افشاگری های جالب از رئیس سابقش دونالد ترامپ کرده. در این کتاب بولتون به شرح خاطرات عجیب و دور از انتظار ابدا ما خدمتش در کاخ سفید پرداخته است. تصویری که بولتون در این کتاب ارائه کرده یک تصویر ویرانگر از رئیس جمهور ترامپ است. او ترامپ را یک شخص ضعیف و نادان توصیف کرده که سیاست خارجی آمریکا همواره به عنوان ابزار در راستای منافع شخصی خودش، بخصوص برای انتخابات دوباره به این مقام استفاده کرده است. مهمترین و جالبترین ادعاهای جان بولتون. کتاب اتاقی که در آن اتفاق افتاد تصویری است از خاطرات و ماموریت جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید. این کتاب به موارد کلیدی پرداخته که کمتر این موارد در گذشته از رئیس جمهوران ایالات متحده آمریکا متصور بوده است. ترامپ نمی‌دانست که بریتانیا قدرت اتمی است. کتاب خاطرات بولتون نشان می‌دهد که ترامپ از حافظه تاریخی بهتری برخوردار نبوده. با نقل از این کتاب دونالد ترامپ در نخستین روزهای کاریش در کاخ سفید حتی نمی‌دانست که بریتانیا یک قدرت اتمی است، در حالی که بریتانیا در سال 1952 بعد از ایالات متحده و شوروی سابق 30 کشوری شد که دست به آزمایش اتمی زد. اما ترامپ نمی‌فهمید که بریتانیا یکی از چند کشوری است که سلاح اتمی دارند. جان بولتون در بخش از این کتاب به جلسه با تریزا می، نخست وزیر وقت بریتانیا، اشاره می کند که در آن یکی از مقامات حاضر از بریتانیا به عنوان قدرت اتمی یاد کرده بود. دونالد ترامپ از نخست وزیر پیشین بریتانیا پرسیده بود مگر شما هم بمب اتمی دارید؟ آیا فنلاند جز روسیه است یا خیر؟ جان بولتون به کاستی ها و ضعف های دیگر ترامپ نیز اشاره کرده است. جان بولتون نوشته است که پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در هلسینگی پایتخت فنلاند، پرسیده بود که فنلاند مربوط قلمرو روسیه می شود یا خیر. چیز نمانده بود که از پیمان ناتو خارج شود. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، در یکی از فصلهای این کتاب به نکته مهم دیگری پرداخته. بولتون نوشته است ترامپ همیشه از پیمان نظامی ناتو انتقاد کرده است و از بقیه اعضا خواسته است که بودجه نظامی خودشان را افزایش دهند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید.
تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.